بير كدر منو لماي كرام مشرانكم جوانانكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقينا نما پر خوڑیرا مشکل خبر ده سزد ایو دس شخصیات سغایو شخصیات نده بلکی وی نظری نما ده بلکی وی پلسپی نما ده اغشون که اوز خبرو کول دائمو پر دیر مشکل کور ده ویلی سو شهید علامہ محمد نواز ارپانی دادا سیو عام ای شخصیات نما نده سزد ای موغن تا یو کمزور انسان دی اغا شخصیات بیان کی خو بیا هم مختصاری خبری سی چونکه مشاکر اغوا موتاولا سی دیر کام ٹیم بخلی ورست مکررین پاتی دی زده سی آیام سی شهید اغا یو اغا شخصیات و سی با یک وقت اغا اسلامی اگدار سی اغای و اسلامی لیڈر دا پارا پکار وی اغا طول اگدار شهید اغا که موجود بو که اگه علم تسترگی وگڑاوی اگه یو بہترین علیم بو که اگه خطبات تسترگی وگڑاوی اگه یو بہترین خطیب بو که اگه جرعات تسترگی وگڑاوی اگه یو جرار انسان بو که اگه بہدری تسترگی وگڑاوی اگه یو بہدر بو که اگه یو در غریب قوم تسترگی وگڑاوی اگه گختل سا حرمشا دا پارا اگه بیوا خبر دیرا که غلا چه دا خچ پچوام یا اگه دا سوچ و دا پکر و چه در مشا دا پارا دا دا قوام غطوی دا عوام دا غطوی زو چونکه مرگلو پا خواهش زو دیر مختصاری خبری اردو که کول غوڑم چه مرگلو وینا پا مطابق چه و رهبار اسلامی رهبار دا پارا کم شرطو نا پا کردی قرآن و حدیث کی نظر میں ایک اسلامی رہبر اور لیڈر میں در جزیل شرائط کا ہونا ضروری ہے عالم لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو جہالت سے دور ہو اور علم کے مراحل طے کر چکا ہو کیونکہ جاہل انسان جہالت کی وجہ سے تاریکی میں ہوتا ہے تو پھر وہ قوم اور ملت کو بھی تاریکی میں ڈبو دی گی اور جاہل اپنی انجماد کی وجہ سے قوم کو بھی انجماد کا شکار کر سکتا ہے اور قوم کو ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار کر سکتا ہے لہٰذا جاہل لیڈر قوم کو تاریکی جمود حرافات اور تنزلی جیسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے آج ہم پہر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسے لیڈر کی برسی مناتے ہیں کہ جو نہ صرف جہالت سے دور بلکہ گہری نظر پر مبنی عالم دین تھے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ جہالت کے خلاف لڑنے والے شخصیت اور قوم کو جہالت سے نکالنے والے شخصیت بدعت حرفات کے خلاف بولنے والے شخصیت کا نام شہید محمد نواز ارپانی ہے لہٰذا یہ اغا نواز ارپانی کی شہادت نہیں ہے بلکہ علم کی شہادت ہے اور یہی وجہ ہے کہ عالم دین کی موت اسلام میں شگاب کی مانند ہے درجات ارفانی بلندے پارا دولہ مہدی جان بند بلندر سلوات اللہم صلی اللہ محمد علی نعرہ تکبیر ایک اسلامی لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو ظلم سے دور ہو نہ صرف ظلم سے دور بلکہ ہر ظلم کے ساتھ برسر پیکار ہو ایک لیڈر کی علامت ہے جب لیڈر ظلم کے خلاف نہ بول سکتا ہو تو پھر قوم بھی ظلم سہنے کو سیکھ جاتی ہے یقیناً چکم قوم لیڈر سغائے ظلم پر خلاف و اینا نشی کواد یا اگر قوم با بیا اندسی جوڑی گی سغا بے ظلم پا خلاف خاموش بی آواز بنشی و چتاوائی شکر الحمدللہ موی وی دسی لیڈر پی رو کاریو سغا ہرمیشہ دا پارا ظلم پا خلاف کغا سٹیج نو کغا میدان کی وی ظلم پا خلاف و انشاءاللہ مو بانا نگو سیب سندہ و دا کهو سو ای قوم پا خلاف ای قوم حقوق پارا با ہرمیشہ دا پارا اندسی وی لڑو لکسنگ شہید آگا وی لڑو
تو پھر قوم بھی ظلم سہنے کو سیکھ جائے گا بلکہ لیڈر کو چاہیے کہ وہ قوم کو شہادت سکھائے شجاعت سکھائے مزاحمت سکھائے ظلم کے خلاف بولنے کی جرات سکھائے اپنی قوم کو اور مدیر و مدبر ہونے کی لحاظ سے قوم کی مدیریت اور تدبیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یقیناً حضرت علامہ شہید محمد نواز ارپانی ایک ایسے شخصیت کا نام ہے کہ جو ظلم کے خلاف مافیا نظام کے خلاف مسلط کردہ ظلم کے خلاف علمدار مزاحمت کی شکل میں ابھر کر نکل آئے اور قوم کو ایک ایسی شجاعت سکھلا گئے کہ پوری قوم کو دہشت گرد عناصر کے خلاف متحد اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کیے اور عالمی دہشت گردوں کو بدترین شکست سے دوچار کیا اور آج ہم جو امن کا خوشبو محسوس کر رہے ہیں اس میں آغا شہید محمد نواز ارپانی کا کردار نظر آ رہا ہے یقیناً شہید آغا اخپل قوم حقوق دو پارا نن کا مو کسو کغا مرکز لیول نه دے کغا د اکبر مل لیول نه دے خپل حقوق پارا کو مزاحمت کو دا مزاحمت مو شهید غو نزدا کړي دے کی پکې کی اول شخصیات وو نن بډیر خلک خبرې کوي خو اول شخصیات وو صد مزاحمت لیار مو ته شهید غو خیلی دے دین مخ کې قومي حقوق نه بډیر خلک خاموش وو چا به خبر نشو کوي هغه حقوق څنګه به مونږه حکومت اگر به مونه نور و اقوام و غصب کول چو اگر پا خلاب خبر نشوه کوای که خبرمون نندخ ستیش نکو دا دی اندخ شهید اگر برکاته اندا درس دا سجاعت درس دا موتا شهید اگر را کرده دین الواز شورت خبری کون تیم کام ده مو اکثر ایمو مرگلی ایمو زبانان دا خبر دیر کوی سا مشن ایرپنی مشن ایرپنی مشن ایرپانی ما اوس بلا صدای وای فلسفه نماده ایرپانی دای وای نظریه نماده دای وای نظام نماده خو شهید آقا مشن کی اٹولو نا وٹا خبر اس آقا متوسی ناس خلکو اٹولو بار بار منوری دلی وا آقا داو چه مرکز مثبتی با واسب ډیر غوخته آقا به بار بار ویلا چه ارس کیگی کیگی بیا مرکز مضبوط ساتوی این مرکز مثبته به موچنگ به مرکز مو مضبوط ساتو چونکه مرکز کی ای مو یو پیش نماز ناستوی کچر ای مو تا پیش نماز مضبوط ای مو تا اوسا مضبوطی و که پیش نماز مضبوط نده مو تا بیا مضبوط نشو جوڑی دا ای شهید آقا پکار ده اندی نرینه اندی خبرینه مو تا عمل وکو سرمشاد پارا مو خپل مرکز مضبوط ساتو پکار ده سمو پیش نماز مضبوط پساتو ای پیش نماز مضبطه که مو تا اطول مضبوطی ده بلکه اٹول ایک پر میں مضبوطی دے کہ پیش نماز کمزور دے کہ مرکز کمزور دے بیا ای چوکا غٹ نشی جوڑے دا بیا اٹول کمزوری ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہید اگو نا بتو سے ڈیر وری دلی وی اگر چیسا خال کو یہ شہید اگو اکو میشن وو کوشش وکڑو چاگتا یو غلط رانگ ویر کی شہید اگو اتپاک اتحاد گوختو خو بدکسمت ایسا اسے کسانو څغت ادا اتفاق اتحاد خوان نو ور کولو پر می کی شهید غوا غ اتفاق اتحاد خبره به غلط رنگ کی پیش کوله ار مشاد پر شهید غوا دا نه را کړی دے چې اتفاق اتحاد پر می کی پکور دے یا زند دلیل زند ثبوت دا دے چې 2007 کی اٹول قوم یو پلیټ فارم نه جار ما کړو ته شهادت ته شکست ویر کړو بلکی اٹول نیټو ته شکست ویر کړو هغه شهید غوا غ اتفاق اتحاد واجوا بلے وا خبرہ زک ساری مزبانوں نو نورام سوشل میڈیا نے سمو شہید اگو پو ویر کلو بیر افسوس خبرہ دے اگو کسانو تا ساگا زون تا دے شہید اگو یو سپایی آیا ای اگا بیا دا خبرہ کبی سمو اگو سای پو ویر کلو پو ویری گی خاگا چوک ساگا مڑوی پو ویری گی خاگا چوک ساگا کور میں نلوڑوی بل چی تا شہید اگو خوی مزرونی حکومات کبی کلا کم شخصیات ای چو زرونی حکومات کبی اگا کلا پو ویری دائشی ایمون نه 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 ده پویر انشاءالله چو پوری مو زنده و شهید آقا با مو ذکر که و یا آقا با نظری با مو عمل که و یا آقا پکر نی با عمل که و یا آقا کم زحمیاتی لیارا ده ای حقوق پارا ای کام انشاءالله آقا برمشاد پارا مو آقا لیاری نی عمل که و نره های نری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعره حیدری
بلے وا خبر ها ایمز بنان بیگم اخو ما مت ډیر واتس اپ او میسجونی به دا خبره کولا چاته کولا پراش وای شهید وای پیور وس پوری نشو کار زب چرغان د سټیج نه د سیوایم څکاس د ای پیور کټول زنن دا اعلان کوم سې پیور کټول کډیر ور سړای دے کغه پرمی کی وی کغه پاکستان کی وی کغه حکومت شکل کی وی کغه سیاستدان شکل کی وی زنن دا اعلان کوم سی هغه په خلاف ز ای پیور کوم خو په دغ شرط چې څوره مشران دی مو څوره ځوانان دی څوره تعلیم یافته خلق دی کی دونو ایوان مشوره ده په وکو سوایو ده ای پیور کټول موتا ایمو کیستا چه پیدا ویر کوی که نه ویر کوی که چیره چه پیدا خی ویر کوی و کلو بکی نو زد تیاری هم زدی نمینی زی اگوی پا خیلا پی پیار کوام بلا خبر ادا کوی سیرا وسا پوری اتو کولا تیر شوی مو کتی لون ملوم نشو بیر افسوس خبر ده زد خدا خبر تیک ده چوک بویار چنگی خوزو خوخ بلا دیر افسوس بکوام سو وسا پوری توشتا کتی لون ندی ملوم دا خو ډیر افسوس خبره ده ایرپنی نظرې والا و پارا کورمی والو ده پارا مشران ده پارا ساوی تا وسا پوری کاتیل نده ملوم زبی دق زوابا طولو تا یکی و لابس که ویر کام بیا سوچ خبلا و نکووی یو سڑای روان ده و کلی که بزار که روڈ نه دری چالور پینزه کسان میرشی پزور ایوانی سی گواردی که ویچی و زنگل تای بوزی اغ زنگل که ویوانی سی و تڑی دوی و نراشی شپاشی ونی چکل سبیل شیده چلور پینزه کسان وی چرسوی لوڈ شو بگم سڑای ونی سی تڑلی و پختن خیوکو چو چه پسیشن که ده چکل ویر شی اغا جنور رو موت کرده وی زتو سی نپختن نکوام اغا سوشل اکتیویستو نپختن نکوام سی اغا زمدار چوک ده پکار ده زده سوال تو سی عوام نی پرگدام زی پا جوانانو پرگدام زی پا مشرانو پرگدام څه هغه پنځو کسانو کوم سړی ونیولو ونیسې وتړلو په سبیل ویراغلو هغه ځناورو موت کړی و مړې کړی و هغه ذمهدار څوک جوړېږي دا سوال زه تاسې نه پرېږدم بله خبره اخیری خبره ټایم کم دی اقوامي حقوقو خبره زه دا کوم مو یوه احتجاجي جرګه وکړه ای دغ پوره څه حکومت مو سه ظلم کوي حکومت مو سه زیاتای کوي مو ته حقوق نره کوي حکومت نمو دسی چه مطلبه نده کردی چه غا مو تجاوز کرده وی بلکه مو دا مطلبه کردی ده چه مو تا انصاب را کوی مو تا عدل را کوی آیا دا انصاب غختل دا عدل غختل چه جرم ده که دا خچیر جرم وی دا انصاب دا عدل بمو ارمشه دا پارا غارو زه حکومت دا خستیش نده پیغام میر کوام او تو ستا دا اغا دیر کهان سی مو انشالا کمه گی دو مسئله ده اغا بلکل حل شوی ده 100% حل ده صرف انانسمنت پاتی ده انشالا دو درو ریزو که بی اغا انانسمنت وشی کمه بلیچ خیلو مقبلو ای مو ازمه که بشاره و غیره نوری کمه مسئله دی اغا کمیشن سی مو زبانان و ای مو مشران و بار بار مطلبه که ولی چه مو تا پکار ده صبایی لیولی و کمیشن منتخب شی کمیشن در را گرلی شی شلو کالو که کم کمیشن نوشو توستا با پاتوی چه دویم ریزی مخی کمیشن نادر وشو را گلی و موسی میتنگ وکلو صدیق یا میتنگ وکو انشالو آقا کمیشن تشکیل شو دیر زر بغای بلیش خیلو ممیلینی و مقبلو ممیلینی و غیر آقا نی بکار شروع کی کچیر نوش با حکومت موسا پروڑ وکړو حکومت موسا دوکا وکړه یقین وکاسی مو ماغه خبره ده چې کومه احتجاجی جرګی کې کړی ده بیا به مو ریاکشن دورا سخت وی سو بیا به حکومت اخیمان وی حکمران به اخیمات وی خیمان وی او څوره کور می کې ناس ذمہ داران دی بیا به اخیمان وی ان شاء الله مو به بیا دی په خلاف ډیر سخت مزاحمت وی او ډیر سخت ریاکشن به ان شاء الله خایو امید لرو چې مو کومه مسالې مو سواده شوی دی غد بود رو ورځو کې ګدو مسالې حل شي بلش کې نو مسالې حل شي ان شاء الله دا امید لرو کنه واشو بیا به دی په خلاف مو هر پچی بو خو ما خویا بیا به یو د سه احتجاجونه کو یو د سه لایحه مال پتی رو سو بیا به حکومت په خپلو کولو خلاف وي او دا اخیری کې زه ګمانه څه غلطي شوي وي زه تاسې نه معافي غواړم ډېره مهرباني شکریا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.